سلام. خوب هستی؟ خیلی خوشبختم که دوباره قسمتت با شما صحبت کنم. سلامت باشین. بچه ایشون دوست عزیز از برلین هستن و چند روز پیش یه مشاوره داشتن با من، با هم دیگه یه نیم ساعتی گپ زدیم و امروز دوباره خوشحالم که میبینم. مرسی، ممنون. من چند تا سوال ممکنه فقط دست گریخته باشه، ولی خب چون باش برخورد کردم خیلی زیاد میخواستم از شما راهنمایی بگیرم. یک سوال شاید به شرایط زندگی هست که داریم میکنیم تو آلمان، وقت برام خیلی جالب بود بدونم که آیا ما مقرراتی داریم تحت این عنوان که تو آلمان نسبت به حریم خصوصی همسایه ها که توی تایم خاصی نباید سر صدای ایجاد بکنه، سر به معنای مزاحمت، نه اینکه مثلا طرف کاملا ساکت بشه. درست. چون من شنیدم مثل اینکه مثلا در طول هفته ده شب به بعد مثلا کسی نمیتونه وسیله جابجا کنه که اجازه سر صدایی بکنه یا مثلا پارتی بگیره. درست. ببین این موضوع توی شهرهای مختلف فرق میکنه و توی باز بسته به شهر مختلف، بسته به اینکه کجا هستی، تو چه ساختمونی هستی، تو چه نوع خونه ای داری زندگی میکنی، به همه اینا بستگی داره این موضوع. مثلا شما توی شهر، من اینو شما میگم چون برای شهر هامبورگ و من فکر میکنم سرچ میکردم هلوش 3-4 ماه پیش داشتم براش یه استوری ضبط میکردم، بعد جالب بود تو هامبورگ یک جدولی داشت که چه کارهایی و تا چه ساعتی میتونی انجام بدی. مثلا تفاوت قائل شده بودم بین جاروبرقی کشیدن توی خونه و فکر میکنم مثلا درل کردن دیوار و بعد کارهایی مثلا چمن زدن با این دستگاه رازمیا و اون چیزا چیه؟ سنگ فرز از اینا هستن، بهش میگن فلکس تو آلمانی. میخوای یه سنگی رو ببری، یه فلکس رو میخوای ببری، اون سنگام خیلی فکر کنم مثلا غازن میا که همون چمنزنی میشد و اون دستگاهه که میگم دستگاه سنگه، اینا مثلا ساعتاش اینجوری بود که 3 ساعت مثلا تو صبحش بود، بعد دوباره مثلا یه تایم بر ظهرش باید دوباره سر و صدا نمی بود و سکوت می بود، اینا کار نمی کردن، بعد دوباره مثلا بعد از ظهر دوباره 3-4 ساعت میتونستن این دستگاه کار کنن. بعد مثلا برای همین درل کردن تو دیوار کل روز میشد، مثلا تا ساعت دیگه نمیدونم 7 شب نمیشد. برای مثلا موسیقی و این که مثلا پارتی داشته باشی و اینجور چیزا، اونم مثلا تا ساعت 10 شب اینا بود. خب اینا قوانین چیزی بود که من توی شهرداری هامبورگ بود فکر میکنم، خب یا هامبورگ بود یا برمن، مطمئن نیستم چون دوستی از همون شهر این سوالو پرسیده بود، من خواستم سوالشو پرسیدم. تحت چه عنوانی میشه کلید واژه‌اش رو سرچ کردم؟ فکر میکنم ناختگوه بود. فکر میکنم ناختگوه. شاید هم اشتباه دارم میگم، فکر میکنم ناختگوه بود. اینه ناختگوه. و اینکه این یه موضوع بعدم اینکه تو خونه خودتون تو ساختمونتون ببینی قوانین چه جوریه. یه چیزی وجود داره به نام هاوس اوردنونگ. این هاوس اوردنونگ قوانین اون مجتمعی هست که داری زندگی میکنی. اگه مثلا شما توی آپارتمان باشی که مثلا از این مجتمعی که چندین تا آپارتمانه، اینا همشون هاوس اوردنونگ دارن. اونو بخونی یا اونو بزنی گوگل ترنسلیت، قشنگ راجع به موضوع هم صحبت کرده احتمال زیاد. من سال دومم راجع به بحث مصاحبه بود که همونطور حالا قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، الان دارم تو این پروسه کار میکنم که برسم به مرحله مصاحبه. یه نکته که مرتبط با رشته خودم هست که خب کارم طراحی هست و همیشه یک حالت 50-50 هست توی تصمیم گیری، اینه که به یک شکل کار ما کار هنری هست و توی یکی از ویدیوهای شما من دیده بودم که اشاره کرده بودین که خب کسی که حالا مثلا کار بانکی میره، خب طبیعتاً کت شلوار داره و کراوات داره، کاملا یه تیپ رسمی داره، ولی خب کار در واقع طراحی کار خود من به جوری که موقع هنری هست. من حالا اگه برفرض بخوام ذهنیتی داشته باشم در مصاحبه بشم، باید چه نوع حالا به قول معروف تیپ داشته باشم برای مصاحبه؟ اینکه رسمی باشه یا اینکه نه یه چیزی بینابین باید انجام بشه؟ ببین من توی اون جلسه مشاوره‌ای که با هم دیگه داشتیم یه کلید بهت دادم اگه یادت باشه. کلیدم این بود که گفتم که من اگه جای شما باشم میام تو همین شهر برلین نگاه میکنم ببینم کدوم محله هست، کدوم خیابون هستش که مثلا هنری‌ها اونجا زندگی میکنن، کافه‌های اون محل رو میرن و بلندش بری این کافه ها و با یه سری آدمایی که هنری هستن بتونی لینک بزنی و ارتباطات شکل بدی. یعنی یه نتورک، شبکه درست کنی، بگی آقا مثلا من 5 تا آلمانی رو میشناسم که رشتهشون شبیه منه. دقیقاً سوالات این شکلی رو از اونا میتونی بپرسی و اونا بهت کمک میکنن. خب این یه موضوع که من بهت اون روزم گفتم پیگیری کن و این تو با این مسئله تا 100 سال دیگه هم
چی میگن برخورد خواهی داشت. خب اما حالا پاسخ به سوالت، من اگه جات باشم دقیقا نگاه میکنم ببینم که این شغله چیه، همون حدسی که خود زدی. من جات باشم برای کوچل واکروات نمیرم برای این پوزیشن، و با یه لباس تمیز شیکه، ولی خب مدل خودتون میرم. شما به هر حال چندین سال سابقه کار دارید تو این زمینه، درسته؟ و خب میدونی افرادی که تو زمینه کاری خودت هستن، قبلا هم ایتالیا بودی، فکر ایتالیا بودی دیگه، درسته؟ تو ایتالیا بودی، میشناسی اون سبک آدما رو. سعی کن شبیه اون سبک آدما باشی وقتی که مثلا یه مهمونی میرن، وقتی که جای شیکی میخوان برن، اونجوری سعی کن باشی. من فکر کنم این انتخاب خوبی باشه. من اینو بیشتر اصلا، من میگم تو مصاحبه که توی میلان رفته بودم، این اونا شرکت هاشون فرق میکنه، یعنی شرکت هاشون اینقدر حالا اسمشون بزرگ بود، من به خاطر اون اسم و اون چی میگن پرستیژی که داشت حالا حداقل بین مردم، این تصورم برای من ایجاد، چون حتما باید مثلا کت شلوار رو داشته باشم. البته این قضیه برای من خیلی هم خوب شد، چون اونجا که من رفتم واحد ساختمون، اگر حالا بخوام اسم ببرم، بیمه جنرالی بود که بزرگترین بیمه ایتالیا هست، و ساختمونش رو کلا تمامی کارمندا با لباس فرم کوچاوا کروات هستن، و خب من حداقل اونجا خیلی خدا رو شکر کردم، حداقل از این بابت پشیمون اگر که من در مصاحبه نشدم اونجا. میتونی کروات نزنی، اگر هم که خیلی مطمئن نیستی میتونی مثلا کروات نزنی با کوچاوا بری، بازم خودش رسمیه، ولی مثلا به قول تو یه بانکدار، یه کسی که کارش اقتصادی هست، معمولا کروات هم داره موقع کارش، ولی خب شما دیگه قطعا کروات دیگه نداری موقع کار، میتونی کروات نزنی. خب درسته. آره این از این. سوال بعدی تو بپرس از من. سوال آخرم چرا راجع بحث خود سلف ایمپلوی هست، شما یه پیشنهاد دیگه هم که به قول خودتون یه کلید به من دادین برای تماس گرفتن، که من اونم دارم انجام میدم توی یکی از این وبسایت هم که خلاص خیلی دقیقا این مشخصات هم میزنه، و من اینی که حالا قبلا متاسفانه خیلی توجه نمی کردم تو این سایت، که در انتهای خود سایت stepstone اگر اشتباه نکنم .de پایین اون شرکت میزنه که مثلا کانتکت شما چه شخصی هست و تلفنش هم هست، و حتی اگر من تلفن نباشه از توی لینک اینش یا از خود وبسایتش میام پیدا میکنم. ولی یه چیزی که بود، بحث این بود که توی آلمان چه شکلی این ارتباط اولیه برقرار بشه، چون گهگاهی خود اون شخص نیست و من نیاز دارم که وصل بشم به اون HRش. آیا یه سری مکالمه خاصی داره برای این شرایط یا نه، اینکه مثلا من فقط بگم من برای این پوزیشن تماس گرفتم، ممنون میشه منو به HRتون وصل بکنید؟ سوال خاصی داری از اون که میخواییستم بهش زنگ بزنیم؟ خب شما گفتین که من بخواد مشکل اصلیم بحث زبان انگلیسیم بود، که من آلمانی بلد نیستم، و گفتیم هم به این بهونه میتونم با اشعار صحبت بکنم تلفنی، و هم اینکه اگر اونجا اون طرف، چون این اتفاق دقیقا برای من دیروز افتاد، من با کل تماس گرفتم و وقتی که من پرسیدم برای پوزیشنش، گفتش فقط یه نکته این که چون انگلیسی صحبت میکردم، ما فقط آلمانی چیز داریم پذیرش داریم برای این پوزیشن، یعنی انگلیسی قبول نمی‌کنیم، یعنی چون متوجه شدم من دارم انگلیسی صحبت میکنم، آلمانی بلد نیستم طبیعتاً، خودش بهم گوش زب کرد، و خب این حداقل به من کمک میکنه دیگه وقت روی نوشتن کاور لتر هدر ندم. دقیقاً من حرفم به این بود، گفتم سوالی داری، نگفتم چرا زنگ میزنی، میخواستم بهت بگم ازت میخواستم سوالی داری، میگی که بله من سوال دارم، چون شما تو مشاوره من گفتی یه سوالی پیدا کن که الکی زنگ. الان متوجه منظور شدم. آره من اونو خب یه سوال پیدا میکنم بیشتر بابت اینکه مثلا آیا مثلا پارت تایم هست، فول تایم هست، یک بهونه برای گفتگو باشه برای این پوزیشن، که بتونم بحث رو باز بکنم، و حالا اگر اون بعد سوال بیشتری پرسید، خب حالا موقع دیگه وارد گفتگو بشه. الان سوال در واقع راجع به موضوع چیه؟ اینکه زنگ بزن یا اون زمانی بزن؟ هست، اون زمانی هست که من مستقیم اسم طرف رو نمیدونم. البته یه نکته خیلی حالا شاد فانم باشه، گاهی وقتا نمیدونم این طرف خانم هست یا آقا، یعنی اشاره نمی‌کنم برای اون اسم. اینو معمولا چه شکلی عنوان میکنن که میگن منو بس بکنی به خانم یا آقای مثلا فلان؟ آره دیگه خیلی سوال، من متوجه نمیشم سوال چیه. زنگ میزنی میگی مثلا میخوام با آقای فلانی صحبت کنم، یعنی نمیدونی خانم یا آقای؟ اینو سوالت الان. آره یکی این که دو تا سوال هست، یکی این که وقتی که نمیدونم طرف خانم یا آقا هست، دقیقاً به همین شکل بگم آقا خانم یا آقای فلان وصف بکنید؟ این کاملا نرماله، من دارم خیلی بدخواست به خرج میدم.
ببین وقتی که نمیدونی زنگ بزن، و اگه خود طرف بود که اسم خودشو میگه پشت تلفن میفهمی خانم یا آقای، این از این. داره. اما اگه به شرکت زنگ میزنی قرار وصلت کنن، یه مثلا شرکته چه میدونم 5 نفر که نیستن که همه اینا بشینن همه مثلا بعدش با هم دیگه نهار بخورن بگن آقا مثلا یه ساعت پیش طرف زنگ زده بود مثلا آندریا اسم تو، فکر میکرد تو مردی مثلا، بعد تازه آندریا اینو بشنوه بگه هر چقدر آدم بدی بود مثلا، اینجوری که پیش نمیاد. شرکت بزرگ اصلا منشیه اون طرفو هیچ وقت نمیبینه، به منشیه اصلا تو بگو خانم فلانی یا بگو آقای فلانی. خب بعد اگه گفتش خودش تصحیح میکنه میگه که داسیس مثلا شولتس، فامیلیش میگه داسیس نیش فراو شولتس، داسیس هر شولتس، میگه آ اوکی، یا مثلا انگلیسی میگه میگه مستر مثلا شولتس است، متوجه میشه به همین سادگی. بس خیلی بیگ دیل نیست. آره. و آیا برای وقتی هم که فقط شماره تماس داری و اسم شخص رو نمیدونی، یعنی هیچ شخصی هم نداریم، اینم خیلی حالت نرمال بگیم میخوام با اچ آر صحبت بکنیم؟ آره بگو، من یه دونه پوزیشن دیدم، برای این پوزیشن میخوام چیز کنم، یه سوال داشتم، این اسم پوزیشنه و اینم اسم مثلا چه میدونم، آره دیگه شماره پوزیشن یا اسم پوزیشنه، به همین سادگی. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی. خواهش میکنم. یه نکته بگم، الان تو چند هفته است داری اینجا؟ چون بچه‌ها میگن آقا وایسید من به همه برسه، به همه برسه، کلا لایو به همه نمیرسه، لایو کلا به 3-4 نفر 5 نفر میرسه. منم الان خود شما فکر میکنم الان 2 هفته است، 2 جمعه اومدی و نشده صحبت ام بی تو لایو صحبت. دقیقاً. درسته. این سومی شد در واقع. آره به همه من هم اومدم، هم اومدی بالا، منم اومدم بالا، گفتم من زنبیلو میذارم که اسم منو. دقیقاً بچا بعد بیان زنبیلو بزن. حالا به هر حال امروز نشه، جلسه بعد میشه، به هر حال میشه صحبت میکنیم دیگه، چیز خاصی که نیستش. یه نکته دیگه میخواستم فقط آخری بگم، بحث خود کلاس زبانتونم اگر یک اشاره بعد در نهایت در آخر بکنیم ممنون میشم. چش سوال خاصی داری راجع به اون زمینه؟ این که خب که کلاس احتمال توی فکر میکنم با همسرتون توی اون پیج کانتکت صحبت کردن، با منشی اون صحبت. آره صحبت کردم، گفتن که مثل که هر لولی رو توی دو بخش تقسیم کردیم، مثلا A1 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 A1
که بعدم A2-2 میشه. خب پس همینطور تقریبا تقسیم کرده باشیم اصلا در کلا هر همه جا کدوم؟ همین جوریه، یعنی چون مؤسسات هم که میری همین شکلی هستش دقیقا. این دوست عزیزی هم که مدرسش که من نیستم، مدرسش شخص دیگه ای که ایشون خودش آلمانی هم تدریس کرده و لهجهش خیلی خوبه، یعنی خیلی امکان فرصت خوبیه که بچه‌ها میتونن آلمانی رو با کیفیت خیلی عالی یاد بگیرن و کلا تو مؤسسات دیگه هم به همین شکل درس داده میشه با همین کتاب منشن و به همین سادگی، یعنی چیز خیلی پیچیده نیستش. هم پس چون هنوز من چیزی دریافت نکردم برای اینکه چه شکلی وارد بشیم، چه لینکی رو اجرا بکنیم، کجا وارد بشیم. خبر میدم. آره خبر میدم بهتون. روزاش مشخصه، ساعتاش مشخصه. بهتون چند روز قبلش بذار ثبت نام تکمیل بشه، بعد چند روز بعدش، چند روز میگم بعدش کنم، قبلش بهتون خبر میدن که مثلا یا تو اسکایپ یا تو زوم، شاید هم ادوب کانکت باشه، بعد ببینیم چه جوری که برای همه مثلا همه بتونن استفاده کنن و بهتون خبر میدیم دیگه. خیلی عالی، ممنون. خواهش میکنم. سلامت باشی عزیز، روزت بخیر. شرفتون داشته باشید. قربان شما. خدا مرسی، نگهدار. خدا نگهدار.